آقا ببخشید ساعت چنده؟ ساعت 8:30. آقا قهوه خونه این دور و بر هست یه جایی یه چیزی بخوری؟ هیکلت تک عمو حمید جمشید خان فرشید قادر قادر کجا؟ بیا ما اینجا بیا 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 اینجا اونجا چی کار میکنیم؟ بیایم بیرون اومدیم تو چش گذاشتیم آقای موشش بازی کنیم درم قفل کردیم چی قفل کردیم؟ بازی چی؟ بابا ما رفتیم شیر بیسکویت بخریم بخوریم پولمون زدمون آوردم اونجا دست اینم الان داره چش بکنم جمشید خان این واقعه قفله کرده. ولی بهش بگو همیشه نگران لگد اون آدمایی که خر کرده باشه. بله. اینو رو دیوار کدوم توالت نوشتن؟ حرف توالتو نزن که الان من شرایطم مشددتر میشه. الان وضعیتم از حالت مسانه گذشته زده پشت قرنیم. ببین الان اگه در رو زودتر وا نکنی ما به دابلیو سی نرسیم. گتر میشه تو پاچم. آقا شما خیالتون راحت. عمو رو حرف من حرف نمیزن برو برو الان میرم درستش بکنم عمو چیه؟ عمو بابا این کارو چه میکنی؟ اینا خیلی آدم های با معرفتی هم اینا رفیقای من هم اینا تو زندان که بودن میامدن در برشون باز میکردن میامدن بیرون خرید میکردن برمیگشن مگه اینطوری نبود؟ بله تیرامیسو خونگی میرفتیم میخریدیم میخوردیم بفرما عمو ازت خواهش میکنم آبروی من جلوی اینا بخم خیلی برا مهمه تو ضمانت میکنی؟ 100% قول میدی؟ اما وقتی من میگم ضمانت میکنم یعنی آب تو دل شما نباید تکون بخوری خیلی خب برو کلی زیر متقاس از اونجا بردار ای گلت دکی دیدی گفتم امور رو حرف من حرف نمیزنه آفره نیست امو بونجور زیر متقار بزن کنار زیر اون مکته آها درو بس درو بس عمو چرا در قفل داری من که گفتم ضمانت میکنم بشین بابا تو خود سوفیشینه داری یکی دیگه باید تو رو ضمانت کنه عمو من ازت خواهش میکنم من هرچی اعتبار تو این دنیا دارم هرچی اعتبار دیشه چون بدارم میذارم گره این ماجرا درو واگو تو جز اضافه بس هیچی نداری هیچ پاقی نیستی همون تو میمونی تا امیر من بیا عمو 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 ازت خواهش میکنم ببین حالی دیگه زودی هم تولید نمی کنی ممنوع جریمه میشی عمو ببین عموم رو مزمین نمیدازه امیره با تو اما ببین به این عموی نسبتا محترمت بگو من دیگه شدت وضعیتم دچار مشکل شده اگه نیاد در رو واکنه دیگه
فرشای خودش گتر میشه. آمده داشتی اموهی که من میشنستم مجبوره میکنه فرشا رو خودمون بشوریم. فرش ما بشوریم؟ دربست بگی بریم زندان. داداش ما اینجا حبس شدیم. دربست دربست بگی من نمیدونم. برو دربست بگی بریم زندان. برو بگی یک کاریش بکن. دربست من فرش بشورم. دربست نام حلقش و من همیشه به این پسشتم این چیه؟ یعنی این خانم افاخری با این لطفی که به من کردین همه زحمتهای منو همه اون دویدنامو همه اون بدبختی کشیدنامو خاطر اینکه یه آینده خوبی داشته باشم تو زندگیم همه رو یه دفعه به باد دادید. واقعا دستتون درد نکنه. واقعا زحمت کشید. خواهش میکنم وظیفه است. به شما نمید. تو عرضه نداشتی زن نگه داری؟ مقصر منم. خانم افاخری من مثل یه برادر صادقانه از شما کمک خواستم. بی‌معرفتی. بد جوری زیر پا خالی کردی. من مسئول زندگی دیگران نیستم. بعدشم تو اگه راست میگفتی و خیلی زرنگ بودی کلاتو محکم میچسبیدی. جاپاتم محکم میکردی تا با یه اشاره بعضی نظرم برن. شما به این میگیم فقط یه اشاره؟ این اشاره است؟ صحبت خانوادم بود. صحبت کلی سرمایه بود. اونا سهامدار بودن اونجا. کلی پول گذاشته بودن. که همش سرقت شد. تو نیمه پر لیوانو نگاه کن. پدر من یه حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه تو هر اتفاق بدی جنبه های مثبتی هم وجود داره. تو اینجوری نگاه کن. شاید واقعا شما دوتا بعد از ازدواج خوشبخت نمیشدی. شاید اصلا قسمت هم نبودی. مال هم نبودی. خدا من نمیدونم خانم افاخری شما چه فکری میکنید این حرفا رو میزنید. خدا بس کنیم این موش و گربه بازی رو. از یه طرف بلند میشیم میریم پیش نگار میگیم پولا دست همینه. از یه طرف میریم پیش پلیس میگیم پولا به سرقت رفته. در صورتی که هم من هم شما خوب میدونیم پولا دست کیه. دست شماست. تو از کجا میدونی پولا پیش منه؟ من کجا میدونم؟ من همون شب تو شرکت خودم با چشای خودم دیدم. حالا نمیدونستیم بدونید. شاهدم داریم؟ بله، زیاد. وقت اون موقع شب شما تو شرکت من چیکار میکردی؟ نکنه نگهبان شرکتم تو شاهدات بیهوش کرده بودی؟ نمیدونم همه چی وقتی بهم گره میخوره من اونم یه اتفاقایی که من برای تو توضیح میدم. تو نمیخواد توضیح بدی. بذار من برای توضیح بدم. منم اون شب شرکت تو رو دیدم. میتونستم 3 سوت زنگ بزنم پلیس رو بگم بیان ببرنت زندان. ولی من این کار نکردم. به جاش همه این نشونه ها رو پاک کردم. نشونه؟ نه کار نداره. ما نشونه ای نذاشته. نشونه ای اونجا نبوده. چه نشونه؟ شیشه شکسته شرکت، آگهی تعویض شیشه، فیلم دوربینای مدار بسته از اون آقای چاقلاغ که اومده بودن موقعیت شناسایی کنن. من جای تو بودم و با این دوزای ناشی نمیرفتم سرقت. پس چرا همون موقع لون بردی؟ سوال خیلی خوبیه. ببین من یک کاری میکنم همه چی برگرده به زندگیت. اعتماد زنت، پول پدر زنت، سهام خالت، هر چی داری و نداری. ولی یه شرط داره. دوباره برای من چه خوابیدی خانم افاخری؟ چرا اینقدر با من دارین گرو کشی میکنی؟ باز دوباره چه بلایی میخوایی سنم بیاری؟ باز دوباره چه جوری میخوایی من بدبخت کنی؟ این همه بس نبون. ساکت گوش کن. خب راست میگم دیگه. آخه چرا با من اینجوری میکنی؟ چه شرطی؟
باید تو دوستات به من کمک کنید. بابا اونا رو اگه اونا رو میگیم به جیب خودم، اونا دوستای من نیستن. چه کمکی؟ نوشیدنی تو بخور تا بهت بگم. خالش و خانمش بدجور دعواش شده بود. چه خبره اینجا؟ سر چی؟ اون تک معلوم نبود سر چی، ولی اصلا خونه پیرمرد خیلی شلوغ شده و شبیه کارون سرا. یکی میرفت یکی میومد، شده بود این لونه زنبورش. آقا راست این دو نفر رو ببینید، قیافه غلط اندازی داشتن. نگاه کنید کپ خلافکارا بودن، یه بارم مباشر درگیر شدیم. بله این دکتری که من میشناسم. ببین الان حاصلش ندارم، هرچی فیلم و اکسری بفرست تو گوشی من، خودتونم بری اونوزی سر کارتون، بری اونجا چش ازشون ور نمیداری ها. تکون خوردن تکون میدی خودتون ها. چشم آقا چشم اصلا موازی جواب دار. میبینی که ده دفعه گرفتم جواب نمیده. اگه جواب داد بگید غلط کردم، بلکه ببخشم. برو به کارت برس. حواستون رو جمع میکنین ها؟ آش آقا استوب استوب تموم شد. بابا یه خیلی یه هایی میگه آدم میترسه. چی میگی؟ هیچ، تموم شد دیگه. باش وقت تموم شد اول من نوشتم. باش اسم حمید. هدو چش بود مثل هول، قبول نیست. اسم هایده داداش. هایده کیه؟ هایده کسی نیست داداش، اسم دیگه. هایده کیه؟ کسی نیست داداش. چی شد بین این همه اسم هایده رو نوشتی؟ هایده کیه؟ هیچکی داداش، هایده چشم داره. سنمی داری بگو. نه داداش سنمی بی خودی همینجوری نوشتی. آره همینجوری نوشتی. مچه تو بگیرم بیچاره. هاچ چی؟ هاچ هاچ چی؟ هاچ کوفته. هاچ اسم دیگه. بابا اسم نداریم اسم هاچ. آقا هاچه، یارو اسمش هاچه. کی اسمش هاچه؟ ماشین که نیست، اون هاچ بچه. خب خب فامیل همراه. من تلفنه قبول نیست. آقا فامیلیه. نه آقا قبول. بابا داریم، چرا قبول نیست؟ نداریم نداریم. فامیلی فامیلی همدانی. هایده همدانی کیه؟ ربطی نداره داداش. آقا بگو هایده همدانی کیه؟ نه خب ربطی نداره، این فامیلی بزنم رازید همدانی. یارو همینجوری شانسی هایده همدانی در اومد؟ کیه یارو؟ نه فامیلی همدانی. پس برو بگی داشت بریم خواستگاری هایده همدانی بفهمم کشتم. نه داداش خواستگاری کیه؟ فامیلی خودم نوشتم. هاچیان. چی؟ هاچیان. کی فامیلیش هاچیانه؟ آقا هاچیانه. من تو مهد کودک، دوره مهد کودک یه بچه بود فامیلیش هاچیان بود، هاچ نجات بود، هاچیمپور بود. بابا نداریم. داریم دیگه. داریم بخودی نه. شهر نومدی دیگه. هرمزگان. هرمزگان که دیگه استانه. بابا جمشید علاقه یمشی. هرمزگان هست دیگه. هرمزگان استانه. تو؟ همدان.
همدان. هایده همدانی بچه همدانم هم. نخور چیه؟ کدوم معنی میچینن؟ بگو اصلا نمیشناسم چی من کسی من نهیدم اشتان نه داشت نه کسی نیستش خودم نوشتم هاچستان کجا؟ هاچستان دیگه کجاست؟ بابا هاچستان مرکز استانه مرکز استان کدوم کشور؟ استانه استان کدوم کشور؟ کشور ایران آچستان استان 9-10 نمیدونم چنده 9 به بالاست نداریم بابا همین یارو فیلم سازه کلتون هاچیکیان بچه آچستانه بابا اون استاد هاچیکیان بود خدا رحمتش کنه آقا جون هاچیکیان شما ها میگین هاچیکیان آدم های هاچیکستان هم بهشون هاچ حساب میشن ببین یارو هاچکه مثلا 200 هاچک نمیخوام توضیح بدم برش کن خب تو گفتی؟ من آره دیگه خب گفتی حیوان؟ یه هدهد دیگه هدهد؟ آره هدهد پرنده است با ما حیوانه دیگه نه نه ما نزدیم پرنده حیوان داریم پرنده داریم حیوان قبول نیست بابا تو آخه همه دیگه حیوان قبول نیست صفری تا من همسته همسته هایده همدانی تو همدان زندگی میکنه یه همستر هم داره تو قفس خوشگل میدوه رفت نه نه چرا دیگه میخندی نه رفت ندارم گفتی حیوان هم بودم همستر قضیه چیه یارو همستر دوست داره همه رو حفظ کردی نوشتی نه خود رفت ندارم قبول کرم هاچ زنبوره اصلا چی؟ داداش هاچ زنبوره اصلا بابا شخصیت کارتونیه جنجی بابا زنبوره اصلا آقا اصلا هاچ زنبور اصل هم نه زنبور اصل هاچ خب زنبور اصل با زه شروع میشه اون هاچ زنبور آره دیگه زنبور اصل چیه منه آدمه چیه کارتونه هاچ زنبور اصل کارتونه حیوونه یه زنبوری اسمش هاچه آقا من دیگه نمیتونم من داره میریزه داداش من خوش نگه داره حمید اومد خانه داشت خودتو نگه داره حمید اومد عمو حمید همه بوده بیا درو بکن درو برای چی قفل کردی؟ آخه من چجوری میتونم قفل کرده باشم؟ از تو اومدم بیرون قفل کردم رو خودم ای تو سرت درو رو قفل کردم فرار کردم رفتم خب سندامون چی میشه؟ بابا چرا اینجوری میکنی؟ بابا پرویز کجاست؟ هنی اینا هاشم عمو درو رو قفل کرده گذاشته رفته خب عمو رو پیدا کن اما کجا بودی قربونت برم در چه رو اینا قفل کردی؟ چرا کردی؟ خدا به اون رم کرد چرا؟ بابا این چاق و لاغر میخواستن در رو من نذاشم این بنجول هم میخواست زمانت رو چونه بکنه اینم نذاشم تمام درهای خروجی و نفوذی رو قفل کردم تا تو بیایی وای واقعا؟ نه بابا آره؟ اصلا اینطوری نیست اینا کیو دارن بخوا کجا برن بابا فقط میگم در رو واکا اگه در رو وار نکنی باید همه خونه رو بشوری بابا جان منو کلید بده من بده من دیگه خودم از صاحب و سمس بده میل خواهیت قربونت برم هر کاری بخوری باشه اما میگی واکو اما این این نیست اما اون یکی اما اومدم فرشید خواه اومدم بگو بایستم آره آره خب بده اما اون یکی هم بده دیگه مگه من اون یکی داره نی برو 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 اما نوکرتم اما اینا ننده سولج بازی فقط اینا میدونن جای پول کجاست بعد بهمون نمیگن ها حمید جان منم برای همین نذاشم اینا فلان گوندم ببین اما آقا ما همیشه احترام شما رو نگه داشتیم اینه برخورده آقا من معذرت میخوام من الان فقط توالت میخوام بعدشم آقا فرشید شما دربست زندان رو سریع کن بابا ما کلی با هم کار داریم بازم دربست زندون ببین عزیز من بیا آقا جون عزیز من الان شما رئیسشونی بهتون میگم شما هم همچنان احترامت واجبه چون شما همه کاراتون گتریه من این به بعد حسابم فرق میکنه سختی کار میگیریم تمام حالا شما برو الان تحت فشاری برو اون تو نظر دوز میشه وقتی کارت تموم شد برو ببین اتفاقا الان تحت فشارم برم اون تو فشار اون ورداشته شد به جزئیات سختی کار میگیرم یعنی قدم برمیدارم پول میگیرم کجا خانداش برم دستشوی دارم میریزه بچه رو تو نگفتی اونجا داشتم میریختم تو خودم خیلی خب برو بچه داشته میریخته تو خودش هیچی نگفته این رفت بر خود شما بابا آقا کجا بودی این دو ساعته رفت خانم فاخری رو دیدی؟ آره دیدمش یعنی خود خانم فاخری رو دیدی؟ آره دیگه چاره نشم بعد رو در رو میرفتم میدمش ببینم چی تو کلشه ببینم جایدن گرفت که دلار رو پیششه بابا قادر قضیه پیشیده تر از این حرف است بعد از اول بشین رو یه فکری بکنیم یه نقشه ای بکش بابا ما دانشوار رسی ساختمون بیشتر نقشه کشیدیم بگم این چه نقشه حمید جان چی کار داری میکنی؟ دوباره نقشه چیه؟
اما بعدا بهتون میگم، چون الان در حال حاضر خودم نمیدونم باید چیکار کنیم، فقط یکم باید صبر کنیم. اما آقا چی رو صبر کنیم؟ تو بی خیال عروسی خودت با نگاه شدی، من بدون افسانه نمیتونم، میمیرم. فهمیدی؟ زودتر باید بریم به این فولا برسیم. باش با صدا تو بیار پایین. برزن نه خودم میرم، خودم میرم. اما بهش بگو من نمیتونم تحمل کنم. تحمل اینا داری؟ اینا کیه داره برای خودت جمع کردی؟ ما رو داختی درد سر شما هم که میام میزنی یا زندانی میکن. سلام های جهانی. سلام، چطوری همی جان؟ خیلی ممنون. خوبی؟ این طرف ها؟ همی جان ببخشید، یه دقیقه بیا یه کار کوچولوی باید داره. خب بفرمایید داخل خدمت. قربونت برم، خیلی ممنون. بچه ها منتظرم، باید برم خونه. یه اینقدی باید کار دارم. بیا یه دقیقه بیا. خب بفرمایید. خب داخل کوچولو بیا الان میام. چش بیا تو. خیلی باشه. بیا بیا عزیزم بیا. بله فهمی خدا هستم. چه سر بازه شده؟ رفتی کلانتری، میدونی چرا باز داشتی؟ یعنی چی؟ من باید حکم جلب بینم. شما حکم جلب ندارید که؟ جام سر نشونش بده. جانی خواسته چی؟ من بابت پولی که به شرکت دادم از جناب عالی چک و سفته گرفتم، یادت رفت؟ چک و سفته رو شما بردی گذاشت اجرا؟ واقعا خجالت داره آقای جهانی. شما خودتون که در جریانید. بابا دوز اومد کاف صندوق شرکت رو زد، به من چه ربطی داره؟ من کاری ندارم دوز کجا رو زده، من از تو ضمانت دارم. الانم میری زندان آب خنک میخوری یه چند وقت، که بدونی با سرنوشت دختر مردم بازی نکنی. دختر مردم آب نواد چوبی نیست که تو یه روز بشینی بگی میخوام، یه روز بگی نمیخوام، بعد میگم جام سرما. آقای یه اختلاف دوتایی حلش میکنیم دیگه. دیگه از حل کردن گذشته، الان موقع منحله. ببریم جناب سرما. بریم رب کن ببینم مگه هندبونه خریدی داری میبری؟ بچه منو کجا میبری جناب سرما؟ با این بچه رو با خود جگر بزرگش کردم، من نمیذارم اینو ببری. اگه میخواییم بدونید چی شده، تشریف بیارین کلانتری. با عرض ارادت، قضیه چیه حبیب آقا؟ بعد یه دوای خانوادگی به بگیر و ببن برسه. شما یه ساعت دیگه جواب نگار خانومو چی میخوای بدی؟ بفرمایید دو کلمه هم از زبون مادر عروس بشنویم. بابا جون نگار خانم به تو چه ربطی داره؟ این نقشه کشیده پولای منو بکشه بالا. با عرض احترام، بفرض که حمید قصد داشته دختر شما رو مستمسک قرار بده. چی؟ مستمسک. چی میگی تو؟ مستمسک مستمسک هرچی میگی تو هم تایید میکنی. بذار ببینم بچه من چیکار کرده. حمید ولی چرا تو اومد داری میذاری؟ مرد حسابی، تو تا دیروز دنبال این بودی که برای عروسی دختری کم نذاری، حالا میخوام تو چی؟ زندان دنده معکوس میکشی، سندلبل میبری؟ ببر اگم نتونستی ببری من میبرم. ببینم و پرویز، من از کوره در برم رفتم و من کی بریدم؟ کجا رو کشیدم؟ چی میگی تو؟ شما مای محترم آروم. ببین جای سربا، باور میکنی این حمید من هر هفته میره زندانی، کلی میاره بیرون. همین الان هم دوتاش تو همین حیات دارن کف میکنن. حق نیست که به سر من بیافته گوشه زندان. جای سربا خواهش میکنم. اما شما برو تو، خوب حواست به اونا باشه که دهن ننم. من میرم زود حلش میکنم برمیگردم. برو قربونت برم. برو نمیتونم بزنه تو همین. از این خبرها هم نیست، مطمئن باش به این زودی های ما با بر نمیگره. ببین با من نپر لپر میشی، لب پر کنم پر پر میشی ها. یه تاره بوه حمید من کم بشه من میدونم اون شما. با ما؟ من؟ گوش کن ببین چی میگم امو پرویز. به من میگن حبیب، حبیب جهانی. بریم آقا. من اجازه بدیم جام سرا، من اگه لازم باشه خود تو هم میدادم تو زندون. بابا شما خانوادگی مثل که تنتون میخاره. از شامم میخاره. میبخارون بابا دستم نبینید. چی رو بخارونم؟ نه آقا بریش. جام سرا نگاه کنید داره بیادبی میکنه. کی بگی دا؟ بفرم. همین سریع میرم این دنبالت. حبیب بیب 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 این خط این دشون حالا ببین. آخ برای چی علاقی منو میزنی؟ باشه اشتباه شد. ببین این حمید کیفش همراه خودش برد؟ نه نبرد. خشتکم بارو. بابا کی خشتک تو رو نگاه میکنه؟ بیا بارو. یواش یواش موازه باش. چیکار میکنی؟ خشتکم بارو اصلا میتونم برم. آقا کسی اینجا نیست که خشتک تو که میبینی؟ من برادرتم نگاه نمیکنم. بیا بارو یواش از بغل بارو.
چه خبره؟ رفتن تو. بیا بیا بیا. من این عکس فیلم ها رو بسه آقا بهشاد بفرستم. چی شو؟ میگم داداش کاش ازشون نقصوزن میگرفتی. از اونا نقصوزن میگرفتی؟ آره خشتک همون بدوزیم. آب خنک فقط تو زندان نمیچسبه، بیرون هم خیلی میچسبه. پولکی هست؟ پولکی خیلی خوبه، بیار با چای بخوریم. این نارگیلی هست یا پسته ایه؟ بابا حبیب آقا رو دارم میگم، میگم اصلا آشنا و غریبه و فامیل نمیشسه، اسم پول که میاد تن و بدنش میلرزه. آه اون بد کسیه، من اون دفعه اول که دیدمش متوجه شدم یا رو قاطی پاتیه. ببین مثل سرعتگیر ماشین میمونه، خوراکش اینه که تو این شیب 30 درجه خیابون بکاریش بزنه جلوبندی ماشینا رو گت کنه. این یارو سرعتگیر پلاستیکی هست، چفت زمین میشه، از زمین بلندم نمیشه. اولین قانون پرواز دلکندن از زمینه. چی باحال، این رو دیوار کجا نوشته بودن؟ یه جا خونده بودم خودم رو دیوار نوشتم. قاطیش روشن کنی؟ نه میخوام بشینم روش. بشین بشین. نه اینجوری نمیشه، من باید نگاه رو پیدا کنم، فقط اون میتونه باباشو راضی کنه. آره آره، ببین اون آدمی که من دیدم آدم نادخیه، همون سرعتگیره رو میگم دیگه، واسه چک و سفته حکم ابد میگیره. عمو جون به نظرم شما جمع شین سریعتر برین حمیدو آزاد کنه. بعدن شما چیکار کنی؟ ما استهمام میکنیم، فقط به من بگو سفیدابتون کجاست. منم چایی درست میکنم تو برگردین لبی تر کنی خستگیتون در بره. ای کلت که من برگشنه اصلا پولکی میگیریم که دوره هم باشی خوش بگذرونی. آفرین. ببن اون دهن تو، شما برای من هیچ ارزشی نداری، سند من ارزش داره، همه با هم میریم. بی اعتمادی شما نسبت به ما ستودنیست امو آقا، میدونی؟ میگم شما که قراره دوره هم برنشین برین کلانتری، بعدش هم جمع خانواده این دوره همین صحبت بکنین، رمز و راز زندگیتون یا گفته بشه، چه دلیلی داره من و این داداش هم همراهتون باشیم که بشنفیم؟ اینو راست میگه. اصلا امو خان میخوای ما رو بنداز دوباره تو همین اتاق در قفل خوبه؟ ما هم با همون سینچه ظرفشویی از ناحیه سر استحمام میکنیم. همونی که گفتم همه با هم میریم. پاشو پاشو بی خودی مقاومت نکن، مالید استهمام مالید، بریم حاضر شیم. ببینم بونجور، این ماشین حمید از این چیزاست که بعد دنده بزنیم یا از این جدیداست که دنده خودش میده؟ نه اوتوماته. مگه میخوای شما بشینی؟ من 100 سال پیش پای یک داشتم. یه بریم یه بریم لباس بپوشیم. ورده این گوشی صاحب مردت رو دیگه. حالا مغازه منو پلو میکنی؟ الو ببینم ماجرای این عکس چیه فرستادی؟ حمیدو که خودم دارم میبینم، میگم برای چی گرفتنش؟ پدر زنش؟ واسه چی؟ باشه باشه حواستو جمع کنا، خداحافظ. اینا چه گسفته مهریه است؟ ضمانت پولیه که ما داریم دست این بابا، الان هم اومده میگه سرقت شده افسر، میگی نه صداش کن. آقای حمید خواستار تشریف پیدا کنه. بار میکنی آقا؟ بذار همونجا بمونه، بذار بالا، بذار بالا، بذار هم دست، بذار. شما نمیخوای پول این آقا رو بدی؟ من پول ایشون رو بر نداشتم، ایشون خودشون پولشون رو دادن به شرکت، شرکت هم دوز زده، پروندهش هستش، میتونیم بریم مطمئن. شرکت دوز زده؟ بله دیگه دوز. آره دوز زده، ولی خودش و رفیقاش رفتن پولا رو برداشتن. آقا جان این شرفی میزنی، داری تهمت میزنی، درسته میگه جام سربان؟ پرونده موجوده، میتونیم بریم مطمئن کنیم. شما میخوای اصالتون یادداشت کنم؟ فقط بهتون بگم مسئولیت داره براتون. حالا بلیش اینو بلیش کنه باش بعدن جرسم. نه دیگه اگه میخوای یادداشت کنی چی میگی تو؟ مگه من گفتم خودتون میگی؟ ایشون هم میگن میخوای یادداشت کنی. به هر حال شما امروز مهمون ما هستی، فردا پروانه‌تون رو میفرستم بره دادسرا. کسی داری اونجا بره برات وثیقه بذاره؟ کسی دارم ولی سند و وثیقه و اینا ندارم. جان سر هم عموش سند داره هم عمش، اینم یه دروغ دیگه‌ش. من دروغ میگم؟ من اصلا عمه دارم. شما عمه منو دیدین؟ حالا خاله مدید خاله متانه درست صحبت. آره
آره خالم یا عمم که ایشون میگن یا عموم اونا سند دارن، من که ندارم، که به من چه ربطی داره؟ جان سر را با همین دروغاش الان مدتی سر دختر ما ای بابا کلا اشته، یه روده راست تو این شکم نیست. آقا من همینجا در حضور شما میگم یه مسابقه پیاپکی بذار، اگه یه روده راست اینجا پیدا کردی من یه خودروی ملی به شما جایزه میدم با مسافرت دور دنیا 24 سال. نمیخواد آقای جهانی، شما یه باتری ماشین برای دخترتون بگی که عذاب نکشی. میخواد این مرد من باتری نگرفتم، من تمام هیکل تو زیر باتری میکنم. تو الان دست به من میزنی برقی بسیار بارد میگیرد چی میگی تو؟ برقی احمدی برقی احمدی تو رو خدا جمعی سلام ببخش. آقای جهانی نگار خبر داده شما همه شکایت کردی من اینجا؟ بی خود پای نگار وسط نکشی، این قضیه هیچ ربطی به نگار نداره. بریده یعنی واقعا یکی باید به شما بگی چیکار داری میکنی تو؟ چی بگی تو؟ چی بگی تو؟ بپو که هی سلام. سلام علیکم. سلام، سلام من کجاست؟ سند؟ کدوم سند؟ نمیخاله خانم، منو سوژه نکن. اگه فکر کردی من اجازه میدم سندمو واسه حمید وثیقه بذاری یا کور خوندی؟ برو سندمو وردی بیار مغازم پلم کردن لازمش دارم، میخوام برم. وثیقه واسه حمید؟ مگه حمید چشه؟ پدرزنش ازش شکایت کرده، دستبند زدم بردنش. اینم عکسش. ببینم نگرده این رو نکنه فکر کردن دوزی شرکت کار حمیده. همین دیگه، شازده پسرت که همه چی رو بهت نمیگه. شازده پسر من مثل بعضیا نیست که فضول باشه به پا بذاره واسه مردم. حالا هرچی، برو سندم آوردی بیا کار دارم. سندت خونه نیست. یعنی چی خونه نیست؟ من سندم رو لازم دارم. صداتو واسه من بلند نکنه، من زنت نیستم هوا رو میکشی سر من. بهشت باز چی شده که این خروس چنگی افتادیم به جون؟ ببین خواهر، این شوهر دیگه شورشو در آورده ها. هی چپ میره راست میره گیر میده به قادر من. حالا چیه گناه قادر من چیه؟ فقط دلش گیر کرده به دل افسانه. خاله جون چه گناهی؟ تو هم اگه دلت گیر کرده به دل قادر من از نظر بابات گناهکاری. و الا چه لزومی داره بچه منو برداره ببره آزمایشگاه ازش تست اعتیاد بگیره؟ تازه بعد معلوم شه کرم از خود درخته. آقا ایشون خودش معتاده نه پسر من. متانک چی میگه بشتا؟ متانک چی میگه؟ آبجی باسه ببینم، آبجی باسه ببینم. آبجی چی گفتی؟ همه که شدی؟ قادر گفته من معتادم؟ بله ازش پرسیدم، زنگ زدم بهش گفتم راستشو به من بگو، اونم راستشو به من. تو دوباره شروع کردی بهشو؟ یعنی چی شروع کردی؟ آشفته من 20 سال لبم به مواد نخورده. خیلی از موادو هست که لازم نیست لبت بهشون بخوره. بابا آزمایشگاه اشتباه کرده، من اصلا لبم به همچین موادی نمیخوره هیچ وقت. بابا من باورم نمیشه شما چجوری دلت اومد با آبروی ما بازی کنی. بابا کدوم آبرو؟ بابا دروغ همش. یعنی چی؟ یعنی خاله متنت داره دروغ میگه؟ نه قادر دروغ میگه. قادر دروغ میگه، آزمایشگاه دروغ میگه، فقط شما دارین راستشو میگین. بابا چرا قبول نمیکنی؟ من اصلا اهلش نیستم. تو خجالت نمیکشی؟ تو جون این دو بچه رو قسم خورده بودی. بابا الانم دارم میگم، الانم قسم میخورم به جان جفتشون، من پاک پاکم. باور نکن. باور کن آشفته، نگاه کن یه بنده انگشت زیر چشمش گود رفته، این خودش یعنی اعتیاد، یعنی معتاده. بابا این وسط داره مغلطه میکنه، میخواد سند نده. بیا برو سند وردی بیا کار دارم. بی خود حنجرتو خسته نکن، قادر برم داره میاره برم. من سندمو الان میخوام. ببینم چطور، وقتی اومدم در مغازت نگفتی سند خودم به ایشکی نمیدم؟ مگه من سر خود سندتو برداشتم؟ بعدم دارم میگم دیگه، قادر میاره تا شب میاره بهت میده. چرا تا شب؟ من الان سندم میخوام. بابا چرا خواهرت نمیگیره؟ مغازه رو درشو پلم کردن، تمام میوه ها داره خراب میشه. تو زندگی منو خراب کردی، جهنم اون میوه ها که خراب شد. آمچه خداحافظ، میبریم خدا بریم. ببینم کجا داری میری آشفته؟ وایسا وایسا، کاری دارم. همینو میخواستی؟ قربون خدا برم، زمین به این بزرگی در اختیار ما گذاشته، اینقدر منت سر ما نذاشته. و وقت شما بابت یه خونه که من هیسل مجموع 220 متره، تازه آشفتم توش سهم داره، منم که زیر قیمت بهت فروختم، هی سند سند بزن، هی سند سند بزن. من گردنم اگه زیر گیوتین بره زیر بار منت شما یکی نمیره. خودم الان میرم سند تو میگیرم میارم. برو بیار. ببین منو گفته باشم خودت هم باید با من بیای، یا سند به نام شماست. بله میدونم، میام. سلام نگار خانم. عمو
کوفتیه. عمو جون سلام. به به سلام دخترم، حالت چطوری؟ خوبی؟ بابا حالش خوبه؟ ما اومدیم یه دو دقیقه مزاحمت بشیم اگر میشه کلمه با هم دیگه حرف بزنیم. عمو جون من میدونم شما واسه چی اومدین اینجا، اما باور کنین کاری از دست من بر نمیاد دیگه. شما که بودین خودتون دیدین چه جوری باهاش حرف زد دیگه. میدونم حق داری که ناراحت بشی، بابات هم حق داری که ناراحت بشه، ولی من میگم گریه که با دست باز میشه آدم با دندون که باز میکنه. شما بالاخره پدر دختری، زبون هم میگه رو بهتر میفهمی. یه بر راهی بذار این رضایتو از بابات بگیر، بذار این قضیه تموم بشه، بیشتر از این آبرومون نری دخترم. خب بابام پولشو بگیره رضایت میده دیگه. خب بس یه جوری باباتو راضی بکن که برای حمیدم وقت بگیره. منم قول میدم که پولو جورش کنم. قول. اما جون چه جوری میخواین جورش کنین؟ مگه شما خودتون پولا رو از تو شرکت بر نداشتین؟ به جون افسانه که میخوام دنیاش نباشه، ما اصلا پولی بر نداشتیم. اطلاعات غلط به شما دادن، خواستن شما رو گمراه کنن. خب اگه شما پولو بر نداشتین پس کی پولو بر داشته؟ بگیم هم سلام. سلام آجی. سلام. دوستای خوب حمید. چرم کار خودشه. من این دختری چیه؟ مفاخریه. مفاخری. آره آره. این به پلیس دروغ گفته که دوزی رو بندازه گردن حمید. من باور کن. خب عمو جون شما اگه میدونین کار خودشه چرا نمیرین میشه پلیس لوش بدین؟ حرف ما کسی باور نمیکنه. ما دستمون کوتاست. اگه بگیم که ما میشیم شریک جور، ما رو میندازن تو زندان. نمیشه دخترم. عمو جون ببخشید اما خب حتما یه کاری کردین که میشین شریک جرم دیگه. آه ببخشید، خیلی عذر میخوام. ببخشید اما آقا با اجازه شما بزرگتر مایی، احترامتن واجبتره. شما مثل خارمونی. ببینید خانم، ما هم همون اول همین فکری که شما کردیم میکردیم. من و داشم دقیقا همین فکر رو کردیم، گفتیم اینا حتما یه کلک زیر نیمکاسشونه. الان اون موقع تو زندان داشتیم نون و ماستمون رو میخوردیم، ولی بعدن که این آقا اومد اصرار کرد و دیدیم بزرگتری مثل همون آقا بالا سرشونه، میفهمم همون شد. بعد ما فهمیدیم که به داشم گفتم چه نشستی، نوای کار خیره به گوشمون داره میفته. و وقتی هم یه کار خیری ما رو صدا کنه، خانم ما بچگی اینجوری بودیم، در هیچ استخاره حاجت هیچ کاری نیست. من که نفهمیدم شما چی گفتی. فقط اینو میدونم که بعضیا به نیت کار خیر خوب خلاف ملاف میکنن دیگه. اصلا منم نفهمیدم شما چی گفتی. بی خیال خانم، ما رو وارد این بازی ها نکنی، ما سرمون تو کار خودمونه. اما جون ببخشید، ببخشید من اینجوری میگم، اما شما هم مقصرین دیگه. نباید میذاشتین میرفت دنبال اینجور کارا، باید جلوشو میگرفتین دیگه. حالا الان اومدین من چیکار کنم؟ اصلا دست من چه کاری برمیاد عمو؟ کاری بر نمیاد که. خودتون باید یه راهی پیدا کنین بتونین از اون تو نجاتش بدین دیگه. با اجازهتون ببخشید، خدافظ. خدافظ. خدافظ آقا در. خدافظ. خدافظ. روز عالی متعالی. ببخشید اما این خانم حمید آقا خانمشه؟ بله. چقدر عاشقانه. مثلا براش مهم نبود. خانم داداش اونا که دم از رفاقت میزنن بی هوا اپش خنجر میزنن. آفره. آره اینو خودم روی دیواری خونده بودم. بله. عجب شیر تو شیری شده. همو اول گفتم این یارو سرعتگیره نادخ، واسه چند تا چک و چند تا سفته حکم ابد میگیره. الان ببینیم چیکار کن. عمو آقا به نظر من شما یه خورده هول نشین، دست نگه دارین حمید آقا یه خورده اون تو بمونه، بعدن اینا دلشون میسوزه رضایت میده. بشین بابا، مقصر شما دوتا تنلشین دیگه. قرضه نداشی یه دوزار از اون تو برداری بیاری بیرون. اما آقا من نمیگی ما تنلشیم، شما چرا سنت گذاشتی دوتا تنلشی بیاری بیرون؟ حالا چه اینطوره دربست میگیری میریم زندان؟ دربست نیازی سوارچید من خودم میبرم تو. امون کجا؟ دریا. من اون دهن تو زندان میریم سوارچید. زندان چرا؟ بابا شما برید زندان که سند من و خاله متولدی گرامی آزاد بشه، من میتونم سند خودم بذارم حمیدمو بیارم بیرون. خانم شما میخواد گره کاری یکی دیگه باز کن، چرا ما رو میخواد بکنه تو زندان؟ چی شد؟ شما که دلتون ضعف میرفت برای زندان. دربست. بله الانم دلمون ضعف میره. فقط ببینم آقا شما یه تصمیم عجولانه قبلا گرفتین، الان یه تصمیم عجولانه دیگه بگیرین میشه گتر اندر گتر. اجازه بده عمو جون من یه نقش جدید واسه تون سری میکنم، حلش میکنه.
آره اصلا من میگم که مستقیم بریم پیش خود حیو آقا و حیو آقا صحبت کنیم، شاید بتونیم رضایت بگیریم. شما وقت کردی جای ما نقشه سری کن. نه جمش. اما نقشش بد نبود به نظر من. شما ها روتون تو روشون باز شده، الان منو داش فرشیدم میریم تو منجنه میذاریمش رضایت میگیریم. حله لازم نکره سوارشو بریم ببینم. سوارشی حرف نباشه. یا والا واسه یاکوزا همه جا ژاپونه. بشین بریم خانده. آقا بشین بریم، بشین دیگه. واسه کسایی دویدیم که یک کالری واسه همون نسوزوندن. بشین بریم زندون. زندون زندون اومد. بشین بشین مثلا پنچری میتونیش بابا پوش بشین. بشین بپر بپر پاشو 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 سر قبل ننه اون بذار ما تنها باشیم. نه آقا هم گریه کنیم. ننه فرشید و آماردم بالا سره خوشحال قبل مادر رفیق بیکلک مادر مادر ننه مادر خوب و قشنگ ننه داره واسه آواز میخونه آفرد دلیل ما قرارمون یه فاتحه بود. دیر میشه از بچه داری بگذاری دیگه نمیتونم سرت بذارم عبیدم و بیارم بیرون. پاشید دیگه داداش این 3 دقیقه میشه ما اینجا بالا سر قبر ننمون این بچه دل سیری گریه کنه ما رو تنها بذاری بچه پوچیدا. بابا دیر میشه اون ساعت نگاه کن دیر شده. این میگه نمیشه. میگم نمیشه. ما که تا اینجا اومدیم اینا عزادار سر خاک مادرشون هست. یه فاتحه خرابی تو زود بشی دست در نکنه ننه مادر مادر خوب و قشنگم بدون تو دل من پر سنگه پر درده ننه نکنیکا بابا فاتحتو بخون بریم میگم دیر شد. چشش بخون مادر ننه نمیذارم ما راحت هم رو ببینیم ننه ننه آقا دستی ما در نکنه ننه ترمه آوردم برات ننه خانم دستی ما در نکنه ننه ببین برات خورم آوردم ننه حلوا حلوا ننه حلوا آوردن ننه فامیلن اینا فامیلمونه نه داداش روشن نکن روشن نکن ننه ما شم بدش میبه روشن نکن داداش قبر مادرمه مثل مادر همه اون میمونه مثل مادر همه مونه داداش میگم قبر مادرم اینجا یعنی یعنی من رو تو داشیم این آبجی ها من آره خاموش کن اونو چی میگی بابا بلنشی بری اینجا الان مهمون ها میاد آقا ننه ما یه بار ازدواج کرده بود آبجی اونم با آقام خاموش کن اونو من بدش میاد ننه من حاصل ازدواجشون من بودم و این داشتم و یه آبجی دارم که نمیدونم کجاست. شماره ننه چنده؟ شماره ننه شماره نش ننه شماره ننه خودت بابا شماره قبرشو میگم بابا شبا اومدی دیگه شماره قبر ننه من موقع شماره ای نبود این پلاکا میگرفتن دستشو تو فوتبال تعویض میکردن اونا بود ننه ما از جنوب شرقی اومدیم بعد از شمال غربی میومدیم شما اومدیم شما بسا اینا بسا ببینه نام پدر
کامبیز ما کامبیز نداشتیم. باشین بری الان مهمونامو ببینم. ما تو فامیل کامبیز داشت. بردا بردا گلو بردا. ولش کن اینا رو. آقا گل. داش من فاتحه خوندم حسین نرتا. خدا خیرت بده. من شو فاتحه خوندم شماره نه. گل آقا بریم آقا پایینه. بابا فاتحه میخواد دختره هستایی همون اینا رو چی؟ شما با من خواهر داشتیم؟ نه شما داشتیم داشت ما هم پشت بطه همه نایمدیم پدر داشتیم مادر داشتیم خواهر داشتیم داشت اون باره فکر کن ها؟ اون باره خواهرم یک سالش بود گم شد دقیقا همون موقع که مادرم بود گفتم به تو قصتشو که کلی گشتیم نقال خواهرم کجاست پس؟ ولی بالاخره پیداش میکنی کجا؟ داداش اینو قبل نره بری 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 نه نه آقا شما کجا؟ آقا یه سه دقیقه بذاری ما با ننمون تنها باشیم اونجا که نذاشتی خیلی خب برو فاتحه رو بخون بریم دیره بود خیلی مردی برو برو ننه اما بیا شما بشین اینا دارن کارشون رو انجام میدن گل و جهنم یه ببینم بابا نمیتونم که اون پرمید نمیتونی بگیر بخواب داری بخور بابا میشی که محل مرکز سیخلش به هم خورده اصلا تعادل هم دیگه سر جای خودش نیست به خاطری که هرچی گیرد اومد رم نکردی دیدی اون تو باید بکشی میشی که من خودش به بلوغ فکری رسیده سر خود هم بکنم رفتم نامردا در رفتم بدبخ شدم بیچاره شدم بدونستن هم بایدم محمد هم بیچارم میکنه من چه میدونستم اینو میخوام خالمون بذارم هر چی سرمون داره میاد از بیفکری خریت خودته هی من بهت نگفتم که به اینا نمیشه اعتماد کرد به این لاغر چاقر هی گفتی نه اینا نمیدونم سینه سوختن نمیدونم مامرامن رفیقن کارشون درسته اصلا تو ماشین التماس کردی خواهش کردی ضمانت کردی من بیارم اینجا مگر من قلم پایمو میشکنم بیارم اینجا بابا من چه میدونستم اینجوری میشه من چه میدونستم اینو میخوام فرار کنن اصلا به مخم نمیرسی به من اون دره تو کدوم مخ اگه تیر از تفنگ دوربین دار دره یه صدت بگرده تا برسه به اون موقعت زندگیم رفت هیچ سندم رفت هیچ حمید من تو زندون موندنی شد ببخشید شما تو چشای طرف ظلم میزنی میگی میخوام ببرم تحویلت بدم اصلا انقدر به اینا تیکه انداختی انقدر اینا رو اذیت کردی به خاطر همین اینا فرار کردن عرجیف نباف من سندمو امروز میخوام ببخشید من خودم مال باختمو ببین من اگه نتونم حمیدمو امروز از زندون بیارم بیرون خودم میندازم اون تو حالا ببین اگه این کارو نکردم میخواد دری؟ اوه اما دلشو اون آسد اونجا دارم بستنی میخورم خیلی خوش یواش کدوم بستنی فروشیه؟ کدومه؟ وایسا قادر بونجور
سلام. خوش اومدی. ممنون. اینجا راحت پیدا کردی؟ بله، سرراست بود آدرسش. خیلی ممنون. وقتی ایران بودم اینجا پاتق من دوستام بود. خیلی ازش خاطره دارم. ببینی خانم مفاخری، بگو دنیا راحت‌تر نیست؟ باشه، ببین دنیا خانم، من این روز اصلا حال روز خوبی ندارم. یعنی چطوری بگم بهتون، بابام رفته از حمید شکایت کرده، انداختتش زندان دیگه. پدرت به خاطر سهامش از دومادش شکایت کرده، انداختتش زندان؟ فقط هم البته قضیه پول نیستش، بحثشون شد. نه حمید یه حرفایی به بابام زد که بابام جوش آورد دیگه. پولشو که بگیره آروم میشه. چجوری بگیره؟ فکر نمی کنم مشکل خاصی باشه. حمید اگه بخواد میتونه راحت پول پدرتو پس بده، مگه اینکه نخواد. شما هنوزم فکر میکنین که اون پولا رو حمید برداشته؟ تو شک داری؟ من فقط پرسیدم. بعید بدونم آدمی باشه که همینجوری یه چیز رو بپرسی. انتخاب کردی؟ من فرق واسم نمی کنم. به نوشیدنی خونک. کسی بهت چیزی گفته؟ من شنیدم که اون پولا رو خودتون برداشتم. یه نوشیدنی خونک. فرق نمی‌کنه، طبیعی باشه. به نظر طبیعیه که من از خودم دزدی کنم. خودت میدونی من چقدر به اون پولا احتیاج دارم. پدر بیچاره من اون گوشه دنیا رو تخت بیمارستانه و کلی هزینه دوا درمونشه. به نظرم اون آدمی که این حرفا رو بهت زده خیلی دروغگوی بزرگیه. نمیدونم. شاید. شاید، نه حتما. حالا اون آدم کیه؟ درش کنین خانم مفاخری. مهم نیست. سر من خیلی مهمه. من این همه به شما کمک کردم، سعی کردم کارای شوهرتو لاپوشونی کنم که عروسیتو به هم نخوره. حتی نرفتم به پلیس بگم که آبروتون نره. اون وقت تو به من انگ دزدی میزنی؟ شما منظور منو بد فهمیدی. من اصلا منظورم این نبود. من به شما اطمینان دارم، به خاطر همینم امروز ازتون خواهش کردم که ببینمتون که بتونین به من کمک کنید. دیگه چه کمکی؟ من و حمید چند ساله داریم تلاش میکنیم که بریم سر خونه زندگیمون. وقت درست موقعی که چند روز مونده تا عروسیمون، همه چی خراب میشه، همه چی به هم میریزه. خب. اصلا شاید ازدواجمونم به هم بریزه. خب من حمیدو خیلی دوست دارم. اصلا دلم نمیخواد تو زندان بمونه. شاید احمقانه باشه از نظر شما، اما من هنوزم به حمید خیلی اطمینان دارم. مطمئنم که اگه از زندان بیاد بیرون میتونه بیگناهی خودشو ثابت کنه. خوبه اینجوری فکر میکنی. چه کاری از من برمیاد؟ ببینی خانم مفاخری، پدر من همون اندازه‌ای که تو شرکت شما سرمایه گذاری کرده، همون اندازه هم از حمید چک و سفته گرفته. من از شما خواهش میکنم که بدهی پدر منو پرداخت کنین که اینجوری هم حمید از زندان آزاد بشه. من بهتون قول میدم که خودم تو اولین فرصت بدهی رو به شما برمیگردم. من اگه پول داشتم فقط پول پدر تو رو، نه پول همه سهامدارا رو تسویه میکردم. متاسفانه تا وقتی که اون پولا پیدا نشه کاری از دست من بر نمیاد. خانم مفاخری، شما اگه این کار رو واسه من انجام بدین، منم قول میدم بهتون که هر خواسته ای از من داشته باشین من گوش میکنم. به نظرم تو بهتره به حرف پدرت گوش بدی. اون هم عاقله، هم با تجربه است، هم آدم شناسه. بعد تو رو که نمیخواد. خب وقت همین چی میشه؟ بذار ادب شه. من یه بار ازدواج کردم، درسته به هر دلیل موفق نبوده، ولی همون تجربه به هم یاد داد که نباید بذاری مردم قدرت بگیرن. بذار آدمت باشه نه شوهرت. نگاه شما به زندگی مشترک خب واقعا فاجعه است دیگه. من اصلا تعجب نمی کنم که
شما از همسرتون جدا شدی. شوخی بود. میخواستم بفهمم چقدر دوستش داری که فهمیدم. متشکرم. یه نصیحت خواهرانه بهت بکنم. بذار یه مدت اونجا بمونه. به نفع خودشه. نوشیدنی.